بسم الله الرحمن الرحیم. نمونه‌ای که دیده میشه مربوط به تخمدانه. تخمدان دارای یک ناحیه قشری و یک ناحیه مغزی. در اطراف تخمدان یک لایه اپیتلیوم وجود داره که این لایه اپیتلیوم مکعبی شکله. در واقع سفاق تغییر شکل یافته است. اصطلاحاً بهش میگن اپیتلیوم جرمینال یا زایا. در زیر اپیتلیوم جرمینال بافت همبندی قرار داره که اصطلاحاً تونیکا آلبوجینه گفته میشه. در ناحیه قشر تخمدان انواع فولیکول‌های تخمدان رو میبینیم که من دونه دونه توضیح میدم. اولین فولیکولی که در ناحیه قشر تخمدان دیده میشه فولیکول بدویه. فولیکول بدوی یا پرایموردیال فولیکولیه که اپیتلیومش سنگ فرشی ساده است و در داخل اون اووسیت قرار داره. فولیکول های پرایموردیال تکامل پیدا می کنن موقع اووژنز و تبدیل می شن به پرایمری فولیکول یا فولیکول اولیه. فولیکول اولیه اپیتلیوم اطرافش مکعبی شکله. تعداد سلول های فولیکولی افزایش پیدا می کنه، از یک لایه به چند لایه تبدیل می شه، باز هم فولیکول اولیه یا پرایمریه. منتها اونی که یه لایه داره ارلی پرایمریه، اونی که چند لایه داره لیت پرایمریه. به محض اینکه حفره در داخل سلولای فولیکولی ایجاد شد، با تولید ترشحات فولیکول پرایمری تبدیل میشه به فولیکول سکندری، یعنی حفره های بینابین سلول ها ایجاد میشه. و وقتی اون حفره ها با همدیگه یکی شدن و یک حفره بزرگ به نام آنتروم به وجود اومد و اووسیت به یک سمت رانده شد، فولیکول گراف یا فولیکول رسیده به وجود میاد. الان توی این نما ما یه فولیکول گرافو داریم، آنترومو داریم، اووسیت دیده میشه که در اطراف اووسیت زوناپلوسیدا هست. اطراف اووسیت و زوناپلوسیدا لایه سلول‌های فولیکولی به صورت اشعه‌های خورشید قرار می‌گیرن به نام کرونا رادیاتا. اووسیت و سلول‌های فولیکولی اطرافش که اینجا دیگه سلول‌های گرانولوزا گفته میشن، تکیه می‌کنن روی بخشی از تخمدان که اون ناحیه تکیگارو و سلول های اونجا رو بهش میگن کومولوس اووفوروس. در خارج سلول های گرانولوزال ناحیه پرسلولی دیده میشه که اصطلاحاً تکا اینترنا گفته میشه. بعد از ناحیه تکا اینترنا، یعنی خارج تکا اینترنا، ناحیه‌ای قرار داره که سلول های کمتر و رشته های بیشتری داره که اصطلاحاً بهش میگیم تکا اکسترنا. این نمونه بخشی از یه تخمدانه برای نشون دادن جسم زرد. بعد از اینکه اووژنز انجام میشه، سلول‌های گرانولوزا همراه با سلول‌های تکا اینترنا ناحیه‌ای رو به وجود میارن به نام جسم زرد که هورمون تولید میکنه تا رحم رو برای لانه‌گزینی آماده کنه. بزرگنمایی رو بیشتر میکنیم تا سلول‌های جسم زرد رو ببینیم. سلولای با اندازه بزرگ تقریبا سلول همون سلولای گرانولوزا هستن که سلولای لوتئینی گرانولوزا رو به وجود میارن. در اطراف سلولهای گرانولوزای لوتئینی بخشی از تکا اینترنا سلولاش تغییر شکل پیدا میکنه، نفوذ میکنه به داخل سلولهای لوتئینی گرانولوزا که سلولهای لوتئینی تکا گفته میشه. اگه لانه‌گزینی صورت نگیره یا بارداری صورت نگیره، جسم زرد تخریب میشه و جسم سفید جاش به وجود میاد. نمایی که اینجا دیده میشه مربوط به جسم سفیده. بعد از اینکه جسم زرد تخریب شد و از بین رفت و بارداری صورت نگرفت، جای اونو یه اسکار میگیره که جسم سفید گفته میشه که بافت همبند
پر از رشته های کلاژن و سلول های فیبروبلاست. در زمان اووژنز تعداد زیادی فولیکول به سمت تکامل میرن که بعضی از اونا در حین تکامل تخریب میشن، کیستیک میشن یا آترتیک میشن. نمونه از فولیکول آترتیک رو ما اینجا میبینیم. توی این نما مغز تخمدان رو ما میبینیم که بافت همبنده، رشته های کلاژن، سلولای فیبروبلاست و عروق خونی به میزان زیاد.